بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین. و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. با عرض معذرت از تاخیر که سعیم همیشه بوده منظم باشم، امروز یه جای گیر کردم، ببخشید. عذری نیست البته، ولی خب بالاخره وقت دوستان رو من هدر دادم، معذرت بخوام. در خدمت آیه 189 سوره بقره بودیم که بحث از اهله بود و بحث مواقیت. بعضی از بحث‌های این بحث دیروز خدمت دوستان عرض کردیم تا به این مسئله رسیدیم که بحث وقت یکی از بحث‌های مهمی است که در نظام اسلامی، در نظام اعمال ما به او توجه ویژه شده. این گونه نیست که بحث زمان و مدیریت زمان تو نظام اسلامی کم توجهی به شده باشه. دقت بکنید که منتها با یک نگاه کاملا نرم و دقیق. برای حج وقت ویژه است و نه قبل و نه بعد این حج واجب امکان پذیر نیست. برای ماه رمضان وقت ویژه است، به طوری که از اون زمان بگذرد قضا محسوب میشه، امکان تدارک هست اما قضا. برای نمازها وقت شناسی کاملا توش رعایت شده، لذا ببینید که برای نماز چقدر وقت اهمیت داره. ابتدای وقت، انتهای وقت، وقتی در حقیقت ادا، وقت قضا، وقت فضیلت، وقت نافله، وقت واجب، یعنی اونی که نافله رو میشه توش ادا کرد. تمام اینها دقت و ظرافت به بحث زمانه و توجه ویژه است. بعد ببینید تو نظام عالم هم اجابت این رو قرار داده، جوری قرار داده همه اینها قابل شناخت باشد بدون هیچ وسیله و ابزاری، با چشم و احساس کاملا چی باشه، قابل شناخت. یعنی خدای تعالی تکالیفش رو بر اساس ابتدایی ترین وسایل قرار داده تا اینکه انسان‌ها حجت برشون تمام باشه، نگه من نفهمیدم، ندانستم، نمیتوانستم، شرایط فراهم نبود. تکلیف رو بر اساس قدرت عمومی قرار داده، نه قدرت در حقیقت خاص. چون تکلیف رو بر اساس قدرت عمومی قرار داده، به زمان هم اینقدر دقت کرده. زمان در وجود انسان نقش اساسی داره و مدیریت زمان و توجه به زمان تو نگاه دین ما یک در حقیقت نگاه ویژه است که اگر این نگاه ویژه رو نداشته باشیم، خب ما باید با این نگاهی که اینقدر تو دین ما تاکید بر وقت‌های روزانه، یعنی تو ساعت‌های شبانه روز، توی در حقیقت وقت‌های هفتگی که بعضی چیزها مربوط به هفته است، مثل نماز مثلا جمعه که مربوط به هفته است، وقت‌های ماهیانه که بعضی از ایام کارها مربوط به ماهه، وقت‌های سالیانه که بعضی چیز، وقت‌های عمر مثل حج واجب که مربوط به یک بار در کل عمر انسان از جهت اون وجود. یعنی تمام اینها یک مدیریت وقت ویژه دوش داره، چه اونی که نسبت به عمره، چه اونی که نسبت به سال، مثل مثلا ماه رمضان که مربوط به تو سال یک ماه این مراقبه باید توش انجام بشه، چه اونی که مربوط به هفته است، چه اونی که مربوط به روزه، چه اونی که مربوط به ساعاته. ما تو نمازها ساعات حتی وقت پیدا میکنن، تو یک ساعت ممکن ابتدای ساعت نماز ادا باشد ولی تو انتهای ساعت نماز چی باشه؟ قضا باشد. یعنی یه توجه ویژه کم پیدا میکنه دینی اینقدر ظرافت و دقت در رابطه با زمان به کار برده باشه، اونم با همین اعتباری که دیروز گذشت که زمانها اعتبار ماست، منتها این اعتبار بر واقعیات مبتنیه که ما یه زمان رو زمان مقیاس قرار میدیم. خدای تعالی هم مطابق همین چیکار کرده؟ همین زمان بندی رو قبول کرده از ما و مطابقش احکام قرار داده و این احکام رو درش برش واجب و حرام قرار داده که روزه در عید قربان حرام میشود و روزه در ماه رمضان واجب میشود. یعنی به مناسبت رؤیت ماه روزه حرام میشه وقتی که در انتهای ماه رؤیت بشه، باعث میشه که دیگه روزه عید قربان باشه و روزه، یعنی حرمت و وجوبش رو بر اساس همین مدیریت زمان قرار داده. لذا اگر زمان رو ما تو نظام تغییر یه اصل اساسی ببینیم، با اینکه مربوط به عالم دنیاست و از عالم دنیا زمان خارج نمیشه، یعنی پس از اینکه انسان از دنیا میرود، تعبیر امیر مؤمنان علیه السلام این است که فی ایل جدیدین زعنو کان علیهم سرمدا، در هر کدام از این دو زمان که شب یا روز، فی ایل جدیدین، در شب یا روز از دنیا بره، کان علیهم سرمدا، این دیگه بر اونها سرمدی میشه، که بیان خیلی زیباییست که انسان وقتی از عالم دنیا به عالم برزخ وارد میشه، برزخ شب و روز ندارد اما تعلق به شب و روز هست، چنانچه در خواب شب و روز نیست، خود خوابیدن که انسان خواب میبیند
اما تعلق به شب و روز هست، یعنی خوابهای انسان ممکنه شبها و روزها برش بگذره تو خواب دیدن، ممکنه احساس کنه چند شبانه روز داره خواب میبینه و عملی رو انجام میده و میره میاد کارهایی رو انجام میده، اما شب و روز بر او نگذشته. دقت میکنید اونجا طلوع و غروبی محقق نشده، اما کارها تو زمان انجام شده تو خواب دیدن تو این خواب. لذا در روایت دارد که مردم چون باور به معاد نمیکردن، انبیا بعضیشون شکایت کردن به خدای تعالی که هرچی میگی مردم نمیفهمن. خدای تعالی خواب دیدن رو حجت برای معاد قرار داد. خواب دیدن احلام در روایت داد احلام برای معاد حجت قرار داشتن، لذا ما کم استفاده میکنیم از این حجت برای تبیین معاد. و اینو در خود روایت روایت یا چهار روایتی که مرحوم فیض در وافیه شریف نقل میکند پشت سر هم در اونجا بحث معاد اونجا مطرح میکند که خدای تعالی احلام رو حجت برای چی قرار داد؟ برای باور به معاد، برای تبیین معاد حجت قرار داد. لذا خودش یه حجت عظیمی است که چطور میشه شب و روز نباشد اما تعلق به شب و روز باشد، حرکت نیست اما تعلق به حرکت هست، مقدار نیست یعنی مادهش نیست اما تعلق به مقدار هست. ما اشیاء اونجا مقداری میبینیم، کم یا گرسنگی و سیری رو اندازه‌های مختلف، اما در اونجا خوردنی به عنوان خوردن مادی محقق نشده، اما سیری محقق میشود با همون خوردنی که چیزی هم در نظام ظاهری خورده نشده است. و امثال اینها که زمان و در حقیقت مباحث مربوط به این مربوط به عالم دنیاست و از عالم دنیا که رفتیم تعلق به زمان تو برزخ هست اما زمان نیست و در قیامت که اصلا زمان نیست. لذا در روایت دارد اونجایی که سماوات و ارض ذکر میشود که مادامت سماوات و ارض مربوط به برزخه، اما اونجایی که دیگه مادامی نیست و بلکه دائمی است و دوام سماوات و ارض نیست، اونجا دیگه بحث قیامته که اونجا لا شمس فیها و اونجا نه خورشید در کاره و نه در حقیقت قمری در کار است. بله عرض کردم دیگه، حالا اونجا ببینید زمان ها متفاوت میشه دیگه، یا اینکه میفرماد مثلا قبل ارواح رو خلق کردیم قبل الابدان به الف ایام، این 1000-2000 سالی که ابدان ارواح قبل از ابدان خلق شدن قطعا 2000 سال مادی نیست، یا میفرماد که خلق الله السماوات والارض فی سته ایام، خود سماوات والارض در 6 روز خلق کردیم درسته، یا خلق لكم خلق الله چی فی یومین چی خلق الارض فی یومین، یعنی ارض رو در 2 روز خلق کردیم، در 2 روزم ما فی الارض رو خلق کردیم، در 2 روزم مثلا سماوات رو خلق کردیم. اینها نشون میده که معلوم میشه که هنوز سماوات و ارضی خلق نشده، ایام معنا میده، ایام مراحله دیگه در اونجا، ایام مراحله. لذا ایام قطعا به معنای شب و روز نیست، چون نمیشه سماوات و ارض قبل از این خلق شده باشن 6 روز معنا نمیده در ظرف 6 روز، که اینا دیگه تو قرآن تقریبا به تصریح آیات روشن همون وضع الفاظ برای ارواح معانی ایام در اینجا. لذا یوم الظهور، یوم الرجع، یوم در حقیقت کره، یوم به معنای مرحله است نه یوم به معنای روز. بله خب عرض کردم دیگه مرحله است دیگه، مرحله ظهور، مراحل ظهور، ایام الله ثلاثه، اون به معنای ایام الله ثلاثه یعنی ایام ظهور، یعنی مراحل ظهور، یعنی منافاتی با اون نداره دیگه. ایام الله، یوم یعنی ظهور، لیل یعنی اختفاء، مثل لیلت القدر. خب عرض کردم که ببینید وضع الفاظ برای ارواح معانیه، ما میفهمیم که زمان بره هست قطعا، یعنی الان تو عالم دنیا میفهمیم که زمان مراحل و بره هاست. اما این خمسین میتونست مثلا باشد که ستین، اما این که چرا خمسین؟ این که خمسینه مثل این که میگن که در مثلا قیامت خمسین موقفه و در هر موقفی 1000 سال توقفه، یعنی این که خمسین موقفه یعنی اون 50000 سال برگشت میکنند به 50 ضرب در 1000، که 50 ضرب در 1000 اگر میتونستیم ما کشش داشتیم 50000 موقف رو برای ما میگفتن، اما 50 موقف رو گفتن که توقف در هر کدومش 1000 در حقیقت ساله، این 1000 سال هم توقف در یک جا نیست، توقف در یه مرحله است که اون مرحله خودش چی هستش؟ خب گفته، یعنی الا ماشاءالله همین که گفته که 50000 سال برگشت میکنن، تو روایات دیگه که بیان کرده گفته یا در جایی میگه الف سنت مما تعدون، 1000 سال از اون چیزی که شما میشناسید، یعنی اینقدر کشدار است، اینقدر یا فی لیلۃ القدر خیر من الف شهر، نه واقعا لیلۃ القدر فقط از 1000 ماه بالاتر باشد، 1000 ماه چون یه عمر انسانه، میگه یه شب میتونه 1000 ماه، حالا اگه عمر یه کسی 100 سال بود شد خلاصه چقدر؟
شد مثلا 120 ماه، از اون بالاتر نیست یه شب لیلۃ القدر؟ خب چرا؟ اما مدت عمر در حقیقت طبیعی 80 سال تو دوره ما، درسته؟ تو که اکثر اعمار امتی بین 60 و 70، درسته؟ بین 60 و 70 یا بین 70 و بین 60 و 70، بین 60 و 70، درسته؟ لذا در حقیقت همین بیان رو کردن که این الف شهر در حقیقت از این بالا، این مراقش معلومه برای ما. البته تحت هر کدوم از اینها چیه؟ سرویس، همینجور که عرض کردم، مثل اینجا که میفهمم 50 الف سنه، این 50,000 مطابق 50,000 موقف اینجا. اما 50,000 موقف رو ما نمیتونیم حساب کنیم، نمیتونیم بفهمیم، اما 50 موقفش رو میتونیم بفهمیم ضرب در 1000. اما خود این 1000 هر موقفی معلومشه، مثل اون مثلا سیر و سلوک است که خواجه عبدالله کرده 100 منزل، بعد مرحوم شاهبادی آقا محمدعلیش 1000 منزل، یعنی هر منزلی خودش 10 منزله. بعد اون 1000 منزل رو اگر کسی دقیق تر از اون و جزئی تر از اون بخواد بگه، هر منزلش ممکنه 10 منزلش بشه 10,000 تا. یعنی همین جوریه، اینجوری نیستش که یه منزل ثبات باشه، اون منزل هم حرکته، این مواقف هم توش حرکته، خودش مواقف داره، دقت میکنید؟ اما منتها تحت یه عنوان کلی، یه موقف، یه مرحله چی شده؟ عنوان گذاری شده که اولین موقف هم اسمش میشه موقف خسما، که این اولین موقف از قیامته که موقف خسماست، که حق الناس، که تا از این عبور نشه به مراحل بعدی نمیرسد انسان، که خیلی مفصله. پس زمان در نظام دینی ما دو قوله، یکی این که زمان متعلق، این دو تا قولم بگم من عبور کنم که بحث رو برسیم، دو قوله، یکی این که زمان و تغییر و حرکت و اینها از متعلقات عالم دنیاست و غیر از عالم دنیا نداریم اصلا، از اون چیزهایی است که اینها مربوط به موطن عالم وجود مادی است، چون مربوط به موطنه یعنی از لوازم نقص عالمه، چون عالم مادی ناقص هست زمان دارد و الا مجردات زمان ندارد، مجردات هر چیزی که براشون بالامکانه بالفعلی است، در اونجا زمان نیست. یا قول این است که پس زمان فقط مربوط به عالم ماده است و نقص وجود است که تدریج باعث میشه تدریجی بگیرد، و الا اونجایی که کمال وجود باشد هر چیزی یک باره گرفته میشود. این یه بیانه. یه بیان دیگه این است که نه، همچنان که بین منشین الا اندنا خزائنو و منون از زلو الا بقدر معلوم، هر چیزی، هر نسبتی، هر رابطه‌ای در نظام عالم وجود که در عالم مادی می‌بینیم برای او خزائنی است، از جمله برای زمان، یعنی خود زمان هم که یه نسبته، یه نازله، یه حقیقتیه، اونجا زمان تغییر و تدریج نیست اما نازله یه حقیقتیه که اون حقیقت در نظام بالا حالا تعبیر شده نسبت ثابتات و متغیرات، متغیرات و متغیرات رو میگن زمان، ثابتات و متغیرات یعنی به آه عالم تجرد به عالم مادی رو میگن ده، به آه در حقیقت عالم ثابتات به ثابتات رو میگن سرمد، که در تعبیر بعضی روایات هم ده رو سرمد به کار رفته و تعبیر، حالا مطابق با اصطلاح یا نه بحث دیگری، ولی تعبیر به کار رفته در روایات ما که و حالی فی خدمت که سرمدا، که این یک خلاصه حالت سرمدیت پیدا کنن. لذا این بحث اصل مسئله، من مبنای دوم رو از جهت خودم بهتر میپسندم که هر رابطه‌ای که در این عالم هست خزائنی در عالم بالا دارد، حتی مثل زمان، و این تنها از خصوصیات نقص نیست که فقط اینجا بروز کرده کرده شد. بله، قول سوم اینجا هست، حالا شاید نظریه جاید فیاضی از زیدون باشه، اگر زمان مقدار حرکت است، کسی قائل باشد که در مجردات هم خروج از قوه به فعل هست، یعنی یک نحو حرکت متناسب با اون ذره وجودشون که در حیاصل مده است تحقق داره، پس چون خروج از قوه به فعل تحقق داره، زمان هم متناسب با همون عالم تحقق داره، نه زمان مادی دیگه. اگر گفتیم خروج از قوه به فعل دیگه مادی میشه، یعنی هر چی گفتید خروج از قوه فعل، عرض کردم صورت جسمی رو قبول دارن یا ندارن، بالاخره باید خروج از قوه فعل قبول کنن یا نه، یعنی حرکت حالا بحث در اونجا، چون این قول شاذی است از حضرت آقای فیاضی، قول شاذی است، یعنی سابقه خلاصه چیز ندارد و ابداعیشونه، مثل قولی که ایشون تو بحث اصالت دو واقعیت و وجود داشت، ولی تو اصالت موحد بعد که تبیین کامل میکرد میدید که میگه من این رو بر این گفتم، خود ایشون میفرمایند که به گونه گفتم که نه اینکه واقعا دو اصیل در خارج باشد. اونجا بیانشون رو ببینید تو همون چی اون کتاب چاپ کردن، چی هم هستی شناسی چیزی، اونجا میگه منظور من اون نبود. اگر یه موقع منظورشون برگشت بکنه به همون منظوری که دیگران میگن، خب اون دیگه اصطلاح ظاهر است، اما اگر نه واقعا به منظور حرکت به عقوبه به فعلیت رسیدن باشد، او قاعدتا برگشت میکند به اینکه حرکت تو زمانه، همین زمانم هست، حالا هرچند ماده در کار
نباشد. هر حرکتی که از قوه به فعلیت میرسد یعنی تدریج توشه، تغییر توشه، هرچند قوه استعداد نباشد، هرچند شما اصطلاح قوه رو نگذارید، ماده رو نگذارید، ولی زمان در حقیقت از حرکت ساخته می شود دیگه. دیگه نمیشه بگی این حرکت مجرده. مجردات تجدد امثال دارن، یعنی وجه ثبات اونها غیر از وجه ثبات در عالم ماده است که حالا دیگه اون مبنایی میشه. بس اون مبنای مشهوری که من عرض کردم، دو نظره در این مبنای مشهور. یکی این است که زمان لازمه نقص عالمه، لذا به بالاتر سرایت نمی کند. یکی این که نه، هر چیزی که در این عالم هست بالاتر از بالاش، در اون روح او و حقیقت او در بالاتر از خودش محقق است، مگر اعدام. مگر اعدام، اعدام دیگه بالاتر ندارن. البته اونا اطلاق شیء هم بر اعدام نمی شود. زمان هم عدم نیست، یعنی با این نگاه دوم زمان از عدمیات نیست. با نگاه اول زمان از عدمیاته، البته با نگاه اول زمان از اعدامه، یعنی دوباره میگه به اعدام مضافه. این بحث رو دیگه کشش ندیم چون بحث مهمیه، دقیق هم هست، خیلی هم به این بحث ما امروز مرتبط نمیشه. بله خب پس خیلی ممنون، تشکر، چون من خودم دیر آمدم. اگر قرار باشه این بحثم کش بده وقت بس به نتیجه نه. اجازه بدید یه خود تطبیق بکنیم. و یستفاد، اینجا که یستفاد رو خوندیم، و بالجمله، بالجمله رو که نخوندیم، بله، و بالجمله قد تحصل ان القرص في السؤال انما كان متعلقا بشأن شهور القمريه. اگر دوستان مطالعه کردن این رو، این رو دیگه در حقیقت تطبیقش نکنیم که اینها اوقات و ازمان رو در حقیقت قرار دادن که افعال و اعمال در این ازمان قرار بگیره، در این اوقات تعلق پیدا بکند تا اثرگذاریش بیشتر باشد. لیل و نهار و یوم و شهر و فصول و سنین و اینا بالعنایت الهیه تو نظام عالم خلق شدهش، تو نظام تشریع هم مطابقه با تکوین براش احکام قرار داده شد برای انسان تا از این کمالات استفاده کنند. لذا ارتباط انسان با نظام تکوین تمامش کمالزاست و تمام روابط ما تو نظام تشریع تطابق داره با نظام تکوین. لذا اگر خدای تعالی حرکات رو این گونه قرار داده، قطعاً مرتبط با انسانه، قطعاً مرتبط با انسانه. اگر انسان تونست پیامش رو بگیره، از این کمال هم میتونه بهره مند باشه. اما اگر پیام رابطه رو، یه ستاره شناسی بود، یه دفعه از این خارج اردن تلویزیون، از این متخصصای معروف بود، بعد اونجا بود داشت میگفت، میگفتش که ما مثلا در نمیدونم یه چیز خیلی عظیمی که من ذهنم نوشته ولی یادم نیست، مثلا به فاصله عظیمی یه همچین ستاره تا حالا کشف کردیم، تازه جدید، نمیدونیم الان هنوز چه است، اما میدانیم که این مرتبط با انسان است. او میگه او معتقد به اسلام هم نبود، میگه میدونیم اون مرتبط با زمین و بقای زمین و انسانی که تو این زمین داره زندگی میکنه مرتبطه و تو این اثر داره، اما اثرش چیه، چگونه است و چه حدیث نمیدونیم هنوز، فقط کلیشو میدونیم که اون تأثیرش هست. همین جوری هم هست، یعنی تو تمام، نه اینکه انسان محور در اینجا و همه چیز حول انسان خلق شده، انسان غایته در این نظام، نه محوره، قایته، و الا خدا محوره. اینجا انسان قایته به معنای این که خدای تعالی قایت فعل رو چی قرار داده؟ قایت فعل رو، این انسانی که خلیفت الله باشد تا برسه به مرحله تو، این قایت خدا نیست، این قایت فعله، قایت در حقیقت فاعل نیست، قایت چیه؟ قایت فعل، قایت فعل داشتن اشکال نداره. و این خلیفت الله فصل اخیر اشیاست دیگه، لذا عالم به خاطر او خلق شده. خلق لکم ما فی السماوات، ببخشید، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یا خلق لکم ما فی الارض جمیعا. در مورد ارض خلق لکم ما فی الارض، در مورد آسمان سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، که شاید دو بارم این آیه تکرار شده. بعد این بیانش در اینجا با همون، البته نظام عمومیش تو همون جمله بیان کرده، بعد میفرماد ماهای قمری اوقات انجام واجباتن، که واجبات خدا بر اساس ماهای قمری قرار داد نه شمسی، و الا اگه ماهای شمسی بود به دست آوردنش با احصا و شماره و مراقبه میخواست، اما ماهای قمری کسی چند روزم خواب مونده باشه بلند شه شب میتونه در حقیقت تشخیص بده الان چندم ماهه. حالا البته ماها چون برامون همه کارا رو کردن دیگه تنبل شدیم، کمتر عادت داریم، ولی ذهنی که قبلا ممارست داشت، میشناخت، ارتباط داشت با همون طریق عادی، میتونست با همین ماه حدود تشخیصش رو داشته باشه که الان چندم ماهه و چند روز از ماه گذشته تا مطابق اون تکالیف. خب ماه بودن خیلی آثار داره، در روایت داره دیون بر اساس ماها تنظیم میشد، در حقیقت عادت زنان برای که بتونن قرار بدن که اونا که عادت وقتی عددی دارن از کی میشود، بر اساس زمان قرار داده میشد همین عادت. اونهایی که در حقیقت میخواستن برای خودشون تکالیف شرعیشون مثل حج و مثل امثال اینها رو قرار بدن، با ماه رمضونشون میخواستن، همه اینها بر اساس چی قرار داده میشد که بعضیشو در روایت ذکر کرده، بعضیش هم در حقیقت به عنوان مثال اینها ذکر شده که دیگه با تأمل میشه به دست آورد.
بعد این آیه شریف این قسمت که دیروز خارجش عرض کردیم که لیس البر به ان تعتل بیوت من ظهورها، گفتیم یه معنای عامی این آیه دارد، یه معنای بعد از خلاصه به عنوان شأن نزول که آمده تخصیص میزند این رو. این که میفرماید در ایام احرام کسانی که در مکه بودند، ایام احرام در اونجا وارد از در خانه نمیشدند، بلکه از کجا وارد میشدند؟ کسانی که محرم بودند از ظهور خانه ها که سوراخی میکردند یا نردبون میذاشتند از پشت. این عادتی بود از قبل و فقط کسانی که اهل حرم بودند براشون مجاز بود که از کجا وارد شن؟ از در وارد شن. غیر اهل حرم، کسانی که بودند، باید از درات احرام، چون اهل حرم هم تو حرم دائما بودند، این مجاز بودند اینا. لذا اینها رو میگفتن خمسی یا احمسی، که اینهایی که احمس هم یعنی کسی که شدیده در عبادت، در چیزی. حماسه هم که میگن یعنی اون شجاعت حماسی، شدت در. لذا با همون سین در حقیقت که آمده، اینها غیر از خمسی ها که خود قریش بودند، قریش بودند، اینها غیر از اینها بقیه این عادت رو قبل از جریان اسلام داشتند. روایاتی هم وارد شده در رابطه با هم احمس بودن و خمسی بودن و هم در رابطه با اینکه تو ایام احرام چگونه باشن. شأن نزول این آیه هم همینجور بوده، پیغمبر خارج شد از درب خانه یکی از انصار، یا وارد شد، دو تا روایت، دو تا شأن که وارد شد از باقی خارج شد یا از خانه یکی از انصار خارج شد. اون انصاری هم پشت سر پیغمبر از تو حالت احرام از همون خانه از در خارج شد. بعد عده گفتن این فاسق شد، این چی شد، چرا؟ چون خلاصه به اصطلاح از در خارج شد، در حالی که اینا باید از خلاصه ورود و خروجشون از در نباشه، درسته؟ بعد اون گفت من همینجوری که پیغمبر در حقیقت، حالا این روایت ضعیف یا قوی الان کاری نداری، ولی به عنوان شأن نزول این آیه ذکر شده که آیه بعد از این نازل شد که همون در حقیقت این بر نیست، تایید نکرد این فعل رو، که این فعل رو تایید نکرده. یکی از چیزای نکات خوبی که اینجا میفرماید مرحوم علامه تو همین انتهای بحث میفرماید، اونی که منسوخ هم هست دقت بکنید، اونی هم که منسوخ میشه در دین، اون حکمی که منسوخ میشه در دین قبول شده بود و نسخ میشود، امکان ندارد مورد ذم قرار گرفته باشد، امکان ندارد یه امر مذمومی شد بشود. یعنی در وقتی که منسوخ میشه مذموم نیست، حتی درسته که دیگه الان حکم نیست اما مذموم نیست. اینجا یه امر مذمومی، میگه لیس البر، این بر نیست، دقت میکنید، این بر نیست. یعنی اگر الان حکم دیگری هم من گفتم این بر نیست، یعنی معلومه که منسوخ هم نیست، و الا اگر منسوخ بود به عنوان در حقیقت اقلا یه امر مذموم ذکر نمیشد، که بعضیا همین در حقیقت دلیل رو دلیل گرفتن برای اینکه اون روایاتی که به عنوان در حقیقت قبول این و نسخ ذکر شده، اون روایات رو قبول نکنن و نسبت بهش در حقیقت حالت قبول نداشته باشن. اون این معنای خاص، معنای عامش چیه؟ معنای عامش این است که دین رو باید از اون طریقی که دین فرموده وارد شد. اگر کسی از غیر طریق وارد بشه، این ورود از غیر در حقیقت بابه، که مصداق تامش میشه امر ولایت، انبیا، اوصیا، در حقیقت اینها میشن مصداق تام لیسل به. لذا در روایت دارد که این آیه در شأن امیرالمومنین علیه السلام نازل شده است، یا در شأن حضرات معصومین، که هم تو این به اصطلاح کتاب چیز آورده بعضیش رو، هم در همین تفسیر، هم حضرت آیت الله جوادی توی اون تسنیم روایات مفصل‌تری رو آورده. اگر یه موقعی امکان پذیر شد جلسه بعد ان شاءالله بعضی روایات شد، فقط اشاره من خواستم امروز تمام کنم، این حاشیه هم نوشتم روایات شد، ای کتابو نیاوردم اما وقت نمیشه. در اینجا میفرماید که ولولا ذالک، ادامه قوله تعالی دنبالش، و لولا ذالک، اگر این شأن نزول نبود که تخصیص بزند، لامکن ان یقال ان قوله و لیس البر الی آخره کنایتون ان نه ان امتثال، این قاعده کلی، ان امتثال الاوامر الالهیه و العمل بالاحکام المشرعه فی الدین الا علی الوجه الذی شرعت علیه، فقط از همون طریق تشریع شده امکان پذیره. یعنی وسیله عین هدف است در دین ما، طریق عین مقصد است در دین ما، صراط عین نتیجه است. لذا میگه نحن الصراط، لذا میفرماید نحن الصراط المستقیم، یعنی اونی که شما دارید حرکت میکنید، صراط وسیله، اون در حقیقت مسیر عین هدف است. این گونه نیستش که رسیدن به هدف منظور باشه از هر راهی، امکان ندارد. اون مسیر، مسیر اعتباری نیست که اون مثلا مقصد، مقصد اعتباری نیست که از مسیرهای مختلفی بهش راه باشد. همونجور که دیروز در باب، در بس باب عرض کردیم که در اونجوری نیست یه دری باشد تنگ قرار داده باشن نسبت به یه شهر، این در با شرط تطابق دارد، این مسیر با مقصد تطابق دارد. یعنی هر کسی که میخواد به سمت این مقصد حرکت کند،
این مسیر به وسعت اون مقصد است در حرکت، لذا اگر کسی خارج از این مسیر بخواد حرکت کند به سمت اون مقصد نیست. نه مثل مسیرهای ما که این جاده تهران تا قم رو که در نظر میگیریم، این جاده در حقیقت اگر کسی از کنار جاده رفت، از اون بر جاده رفت، یه جاده دیگری رفت، از بیابان رفت، بالاخره به قم میرسه، منتها بیراه رفته سخت شده براش. نه، این مسیر تطابق کامل دارد با چی؟ با اون مقصد. لذا هر راهی که بخواد به اون مقصد برسونه این مسیر شاملش میشه. اگر کسی از این مسیر نخواست بره قطعا به اون مقصد نمیرسد. دقت کردی؟ به اون مسیر نمیرسد. حالا بعد در خدمتون هستم در سوال. میفرماید که الا علی الوجه الذی شرعت علی فلا یجوز الحج فی غیر اشهره ولا الصیام فی غیر شهر رمضان و هاکذا، که هر چیزی به طوری که تشریع شده و کانت الجمله علی هذا متمما لاول الآیه، با این نگاه دوم این قسمت دوم آیه ذیل آیه صدر آیه رو تکمیل میکند که صدر آیه این بودش که مواقیت قرار دیه سر قل هی مواقیت للناس والحج ولیس البر بان تعطل بیوت من زورها، تکمیل همونه که از همون مسیری که توقیت شده و مواقیت قرار داده شده. و کان المعنا ان هذا شعور اوقات مضروبه لاعمال شرت فی ولا یجوز التعدی بها انها الی غیرها کالحج فی غیر اشهره و الصوم فی غیر شهر رمضان و هکذا، فکانت الآیه مشتمله علی بیان حکم واحد. اما به نگاه اول که شأن نزول بگیم دو تا حکم، دو تا دقیقاً در اینجا آمده، یکی حکم این که نقض اون حکمی که فکر میکردن اینها توهم میکردن حکم دینه نقض او بود، درسته؟ یکی هم حکم چی بود؟ مواقیت بود. بله، بله، تقدیر الاول الذي يؤيده النقل فنفي البر عن اتيان البيوت من ظهورها يدل على ان العمل المذكور لم يكن مما امضاه الدين، دين اصلا امضاش نکرده و الا لم يكن معنا لنفي كونه برن، معنا نداشت که اصلا بر بودن او رو خارج بکنه. فانما كان ذلك عاده سيئه جاهليه فنفى الله تعالى كونه من البر و اثبت ان البر هو التقوى و كان الظاهر ان يقال لكن البر هو التقوى، قاعده این بود که بگه لكن البر هو التقوى، چون بر یعنی نیکی، نیکی تقوا هم در حقیقت اون وقایه و حفظ. اما میگه کانل و لیس البر انتو پن لیس البر ولکن البر من تقوا، به جایی که بگه در حقیقت به اصطلاح بر رو بگه که به تقوا متصفش بکند بگه که هو تقوا، میگه که چی؟ من تقوا، یعنی بیان مفاهیم با مصادیق، یعنی من تقوا، کسی که تقوا پیشه میکند نه خود تقوا. لذا همون مثل سبی آیه که قبلا گذشت، چند جلسه گذشته، ولکن البر من آمن بالله، بیان مفاهیم با مصادیق، که ایشون میفرماید سیره دینی این است که مفاهیم رو با مصادیق توضیح میدهد. اینم از جمله شواهدش. اشعارا به ان الکمال انما هو الفل اتصاف به تقوا، اتصاف یعنی تو شخصی پیاده بشد الگو، و هو المقصود دون المفهوم الخالی کما مر نظیره فی قوله تعالی لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله، کسی است که ایمان بیاره. و الان فی قوله تعالی و اوتو البیوت من ابوابها، یه امر ارشادی است در حسن اتیان بیوت از ابواب، نه امر مولوی. و الا کسی اگر پشت خونه بره حرام مرتکب شده؟ نه. از نردبون بره حرام مرتکب شده؟ نه. اما یه امر ارشادی است که طریق عقلایی و عادی اینه، کسی چرا بی خودی برای خودش سخت بکنه بخواد این کار بکنه به اسم دینم بگذاره؟ به اسم دین کردنش بدعت حرامه، اما اگر کسی این رو انجام نداد نه به اسم دین، دلش بخواد الان نردبون بره خونش، اشکالی داره؟ نه اشکال نداره، حرامه؟ نه حرام نیست. اینم تو اینجا بیان میکند که این در حقیقت وجوبی از جانب مولوی نیست. و تقول الله لعلكم تفلحون دیگه ظاهرا مون با روایات، ما دلمون میخواست امروز این تقصیر من شده، عذر من رو بپذیر. با یه توضیح مختصر انشاءالله جلسه آینده بیان میکنیم، وارد انشاءالله بحث بعدی میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بازم عذر میخوام، وقت دوستان حق الناس، گذشتن ازش بالاخره شاید خود دوستانم حق نداشته باشن به این راحتی از حقشون بگذرن، اینم شاید باشه، اما در این حال اون چیزی که مربوط به دوستان هست ما عذر میخوام، ان شاءالله ببخشن ما رو، زحمتمو کشیدم به موقع برسم، اما متاسفانه همه شرایط یاری نکرد، ببخشید. درست کردیم که چون برای اعراب هر چیزی خواهد. حاجی آقای محمدی عزیز